یعنی خون جاری نخواهد شد. پس بهتر از خون آنان را با آب درآمیزی. پس خالد دستور داد که اسیران را بیاورند و در رود گردن بزنند. سه شبانه روز لشکر 80,000 نفری تازیان با آسیابی که از خون ایرانیان تهیه شده بود نان می‌خوردند. و حالا ما آنها را می‌پرستیم و اسطوره‌های با غیرت کشور خود را فراموش کرده‌ایم. منبع تاریخ طبری جلد 4. آنقدر اشتراک‌گذاری کنید تا همه از ملائکه بر سر ایرانیان آمده است. چیزی به ایران پیش از اسلام هست اونا رو پخش کنید. هر چیزی به روشنگری در رابطه با اسلام هست، همینه که من گفتم بهتون، با فیلم درست میکنن الان، با تکنولوژی هوش ذکاوت مصنوعی، شما اینا رو پخش کنید، مزخرفات رو پخش نکنید. الان یکی از نمونه‌هاش رو بهتون میگم. هفته پیش جریان عباس قادری عزیز بهتون گفتم که بعدا خود عباس قادری هم اومد هست دیگه، میتونید ببینید. خودش یک دقیقه صحبت کرد، گفت بابا نگفت همونی که سیاوش عوستا گفت ولی همونی گفت آقا من داشتم میگفتم که آقا ما 45 سال منتظریم تو رو ببینیمت که بگیم آقا من دلم میخواد یه کنسرت بزرگ بذارم توی مملکت، بذارید من یه کنسرت بزرگ بذارم. یه دقیقه تبریک عید گفت، شاد باشه عیدی گفت، نوروزی گفت، خودش تایید کرد. یعنی همه اون که دو هفته سر شما رو بند کردن که عباس قادری رفته پیش رئیسی دستمال گرفته، دروغ بود. قبل از اون من تو اینجا به شما گفتم ما این رو که دارن میگن، خودش یه رو داره میگه که آقا کنسرت ما این در 23 سپتامبر 3024 گفتم این رشیدپوره، صدای رشیدپوره میگه 3024، ولی باز شما رو گذاشتن سر کار، یک ماه روی قضیه بحث کرده دو اینها که آیا معین چی من. حالا تازگی باز هفته پیش یک فیک دیگه برای شما پخش کردن، همه تون رو گذاشتن سر کار. حتی من میبینم یارو تحلیل عزیزان من مهربان یاران انسان فرهیخته، تحلیلگرها روی سیاسی با تحلیل میدن که آقا حسن خمینی نوه خمینی گجسته که پروند، میگن نوهش عمرای درجه یک ارتش، همه یکی به یکی به خط شدن، این دارن دست میدن سلام میکنن علیک میکنن فلان فلان. آقا همه تحلیل بده چی شد، مجتبی رو گذاشتن کنار، آقا دیگه مجتبی دیگه در کار نیست، حسن آوردن، حسن خمینی. من خودم هم راستشو بخوای یا نگاه کردم گفتم چی شد جریان این واس روحانی و خاتمی و اینا، این فیک اوناست، چون اینا تو باندن تو جنا. گفتم چی شده؟ ولی خب اگه شده این نظامی درجه یک چجور، متعجب بودم به قضیه. بعد یه رفتم جستجو کردم، سوال کردم، پرسش کردم، به من محبت کردن، جواب دادن، بعد فیلم ها برام فرستادن. بعد من تو میدونم روی یوتیوب هست، دیدم آقا این فیلمه مال 2 سال پیشه. بعد وقتی که مال 2 سال پیش هست، حالا من یکی از تو یوتیوب رو زود، چون میخواستم وقت نداشتم دیگه، پیدا کردم براتون گذاشتم. این فیلم مثلا همینه، مال 1 سال پیش، تاریخ یوتیوبه تاریخ یوتیوب که روش گذاشتن 1 سال پیشه، ولی مال 2 سال پیشه این فیلم. اینم بهتون بگم قضیهش چیه، این سر خاک خمینی، این یارو متولیه دیگه اونجا، اینا سالگرد خمینی که هست میرن اونجا دیگه همشان. شما میبینین اونا واسطدن، ای حسن وارد میشه با اینا دست میده، یعنی اونا نمیرن پیش ای که اینا توی اون اداره و دفتر و تشکیلاتی که از تو قبر خمینی امام قنبل‌آباد، اینا تمام عمرای ارتش اینا هستن که میخوان سان ببینن، ریشه برن از این حرفا و فلان و بازیا بکنن، که منتظر هستن خامنه ای هم بیاد، اصلا اگه کامیونی یه جای صدای خامنه ای هم میاد که هست اونجا. 2 سال پیش این دست با اینا میده و میره. الان تا همین الان که من اینو به شما گفتم، خواهید دید که بعد از اینم ادامه داره که آقا حسن خمینی رو، چون جا افتاد، چون دروغ اول فیک اول کنسرت معین الان جا افتاده که نه معین نخواست بره فلان، نه برعکس، اینا اگه اجازه بدن توی کیش معین بخونه میره. پیروزی مال ایرانه، پیروزی مال معینه.